سلام علی آشمی هستم به کلاس هم بین آیت خوش و در هر نقطه از ایران عزیز که قرار دارید حال دلتون خوش باشه در این ویدیو کوتاه آموزشی قرار با هم دیگه بریم سراغ تشخیص تابع در زوج مرتب از ریاضی یازده انسانی دوست من فصل دوم درس اول اختصاص داره این مبحث و این اولین ویدیو هست که قرار برای شما ضبط بشه سوال تابع بودن یا نبودن مجموعه زوج مرتب را زیرا بررسی کنید کل قضیه از این قراره توی زوج مرتب هر x فقط و فقط باید یک y داشته باشه اگر x بیشتر از یک y داشته باشه اون وقت نمیتونه تابع باشه پس چی باید برای خودت بنویسی هر x فقط و فقط باید دارای یک y باشه و اگر x بیشتر از یک y داشت تابع نیست سوال کنیم اولی گفته یک و دو دو و سه سه و چهار چهار و پنج تو بهتر از من میدونی که اولین معلفه که برات می نویسه به معنی X هست و این معلفه دوم ها می شود به معنی Y الان هر X فقط یک Y داره X یک فقط دو داره X دو فقط سه داره X سه فقط چهار رو داره و X چهار هم فقط پنج داره پس شما تابع هستی هیچ مشکلی هم وجود نداره بعدی چی داره میگه یک و دو یک و سه اوه اوه آقا بازی خراب شد الان ایکس یک من دارای دو تا ایگرگ متفاوت هست و همچین چیزی نمیتونه اتفاق بیفته ایکس اجازه نداره بیشتر از یک ایگرگ داشته باشه یعنی شما نمیتونی تابه باشی بعدی چی داره به من میگه یک و یک دو و دو سه و سه یک و یک دو و دو تابه هست یا نیست بله آقا تابه هست به خاطر اینکه ایکس یک فقط ایگرگ یک و داشته فقط دو بار تکرار شده اشکالی داره دو بار تکرار بشه؟ نه دو بار نوشتتش برای من بعدی ایکس دو من فقط دارای ایگرگ دو بوده دو تا ایگرگ متفاوت نداشته فقط یه ایگرگ داشته یعنی شما هم تابع هستی بعدی گفته یک و یک دو و یک سه و یک چهار و یک این چطور تابه هست یه تابه نیست بله تابه هست به خاطری که هر کدوم از این ایکس های من فقط دارای یک ایگرگ هستن حالا ایگرگ چهار بار تکرار شده اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره که ایگرگ چهار بار تکرار بشه فقط مهمه که ایکس ها تکرار نشده باشن سوال بعدی گفته آوابه را طوری تعیین کنید که روابط زیر تابع باشن پس تو اینجای کار اینو فهمیدم برای تابع بودن هر ایکس فقط و فقط دارای یک ایگرگ باشه خب حالا اگر یه ایکس دو بار تکرار شد برای اینکه بخواد تابع باشه باید ایگرگ هاشون با هم برابر باشن پس نکته چی شد؟ ایکس ها اگر با هم برابر بودن ایگرگ هاشون باید با هم دیگه برابر باشه اولی گفته سه و دو آمن های به بعدی گفته شیش دوم شیش دوم همون سه هست و دعا به علاوه به چون ایکس هاشون با هم دیگه برابره پس ایگرگ هاشون هم باید با هم دیگه برابر باشه یعنی دو منهای ب باید برابر باشه با دو به علاوه ب خب من میتونم از دو از دو طرف عبارت ساده کنم و بندازم بره خونه شون منهای بی رو بردارم بیارم این بر. وقتی منهای بی بیاد منهای بی بیاد این بر دو بی میشود صفر یعنی مقدار بی من باید که مساوی با صفر بشه خب خدا رو بی حساب شد ادامه بدیم اینجا گفته دو و سه اینجا گفته دو و سه آم پس اینها هم باید با همدیگه دیگه مساوی باشن یعنی سه روی آ باید مساوی باشه با سه یکم به جای سه بنویسم سه یکم اشکالی نداره قبوله وقتی صورت ها با هم دیگه برابرن پس مخرج ها هم باید با هم دیگه برابر باشن یعنی مقدار آباد بشه یک پس نکته که تو فهمیدینه هر ایکس فقط باید یک ایگرگ داشته باشه اگر که ایکس ها با هم دیگه برابر بودن اون وقت ایگرگ هاشون هم باید با هم دیگه برابر باشه و اما سوال برای شما اگر این رابطه معرفی یک تابه باشه بفرمید که دو تای آب و به برابر با چه خواهد بود بیناییت سپاس گزارم تا انتهای ویدیو همراه من بودید موفق باشید خدا نگهدار